درود بر شما، به کانال یوتیوب عاشقان ریاضی خوش اومدید. امروز میخوایم در مورد دو جمله‌ای نیوتن خیام پاسکال صحبت کنیم. منظور آ به اضافه به توان ان. خب ببینیم که با اعداد مختلف برای ان این دو جمله‌ای چطور ما باید بست بدیم. می‌دونیم که وقتی ان و مساوی 0 باشه، آ به اضافه به توان 0 میشه 1. اگر n رو مساوی 1 باشه، a به اضافه b به توان 1 میشه همون a به اضافه b. اگر n 2 باشه، a به اضافه b به توان 2 میشه a 2 به اضافه 2 a به اضافه b 2. اگر n مساوی 3 باشه میشه a 3 به اضافه 3 a 2 به اضافه 3 a b 2 به اضافه b 3. اما ما چطوری اینها رو، این اعداد در واقع ضرایب این دو جمله ای و توان ها رو باید محاسبه کنیم؟ توان محاسبه توان های چند جمله خیلی ساده است. ما از جمله آ به توان ان ب به توان 0 شروع می کنیم. تو هر جمله ای، تو هر جملات بعدی یه دونه از توان آ کم می کنیم، یه دونه به توان ب اضافه می کنیم. توی همین آ به اضافه به توان 3، آ به اضافه به توان 3، جمله اولمون هست آ 3 بی 0 میشه، هر عدد به توان 0 میشه 1، پس اون رو دیگه نمی نویسیم. جمله بعدیمون یه دونه از توان آ کم میشه، میشه آ 2، یه دونه به توان ب اضافه میشه، میشه بی. جمله بعدی یه دونه از توان آ کم میشه، میشه 1، یه دونه به توان بی اضافه میشه، میشه 2. توی جمله آخر یه دونه از توان آ کم میشه، میشه آ به توان 0 که میشه 1، ما نمی نویسیمش، و یه دونه به توان ب اضافه میشه که میشه ب 3. اما ضرایب رو چطوری به دست میاریم؟ قدیمی ترین راه برای تعیین این ضرایب رو از یک مثلثی استفاده میکردن و میکنن که دوتا ضلع کناریش اعداد 1 قرار میگیره و در وسط مثلث هر عددی برابر با مجموع دو تا عدد بالای سرش. یعنی اینکه بچه مثلث با 1 شروع میشه، توی سطر بعد ما 2 تا عدد داریم که هر دو هم 1 هستن، توی سطر بعد ما 3 تا عدد داریم که اولی هست 1، دومی هست مجموع دو تا عدد بالایی که میشه 2، و سومی هم هست 1. توی سطر بعد باز با 1 شروع میشه، توی جمله بعدیش میشه 1 به اضافه 2 میشه 2، جمله بعدیش میشه 2 به اضافه 1 3، و جمله آخر هم 1. همین این رو همینجور ادامه بدیم، توی جمله بعدیش میشه 1، 1 و 3 میشه 4، 3 و 3 میشه 6، 3 و 1 میشه 4 و 1. برای عدد 5 سطر پنجم هم میشه 1، 1 و 4 میشه 5، 4 و 6 میشه 10، 6 و 4 میشه 10، 4 و 1 میشه 5، 1 هم که آخرین ضریب بمونه. این ضرایب توی این دو جمله استفاده میشه. توی آ به اضافه ب به توان 1 دیدیم که ضریب آ هست 1، ضریب ب هم هست 1. توی آ به اضافه ب به توان 2 ضریب جمله اول که آ 2 هست هست 1، ضریب جمله دوم که آ ب هست هست 2، و ضریب جمله سوم هست 1. توی آ به اضافه ب به توان 3 هم باز به همین ترتیب ضرایب هستن 1 3 3 1. این مثلث رو بهش میگن مثلث خیام نیوتن پاسکال. بهش میگن مثلث خیام نیوتن پاسکال. در واقع به لحاظ تاریخی مثلث رو بخوایم نگاه کنیم توی کتب تاریخی ریاضی، اینجور گفته میشه که اولین شکل از این مثلث توی یک کتاب سانسکریت از یک ریاضیدان هندی به نام پینگالا دیده شده. بعدها توی قرن 12 خیام این رو ابداع کرده و توی کتاب مشکلات الحساب خودش این رو نوشته که حاجی نصیرالدین طوسی هم از این مثلث توی محاسباتش استفاده کرده. توی همون قرن 12 دوباره توی کتب چینی یک ریاضیدان چینی بوده به نام یانگ هوی که اون هم
این مثلث رو به همین شکل توی کتابش آورده. توی قرن 16 یه ریاضیدان ایتالیایی به نام تارتالیا از این مثلث و محاسباتش استفاده می‌کرده. توی قرن 17 هم نیوتن و بعد پاسکال و بعد هم نیوتن اونها هم در واقع این مثلث رو به نوعی ادعا کردن که ما ابداعش کردیم. به همین دلیله که ما تو ایران بهش میگیم مثلث خیام، انگلیسی زبان‌ها بهش میگن مثلث خیام نیوتن پاسکال، هندی‌ها بهش میگن مثلث پینگالا، چینی‌ها بهش میگن مثلث یانگویی و ایتالیا زبان‌ها بهش میگن مثلث تارتالیا. حالا از همین وقتی ان چهاره گفتیم میشه 1 4 6 4 1، پس آ به اضافه به بتوان 4 میشه آ 4، به اضافه 4 آ 3، به اضافه 6 آ 2 به 2، به اضافه 4 آ به 3، به اضافه ب 3. در واقع بخوایم دوباره یک مروری بکنیم، از جمله اول از آ 4 شروع میشه و بعد آ 4 بی 0 به تعبیری، اون تا بی صفر رو گفتیم چون یک کس نمی نویسیم، و توی جملات بعدی از ضریب آ کم می کنیم به ضریب بی اضافه می کنیم. برای ام مساوی 5 اگر بخوایم این رو بنویسیم میشه آ 5 به اضافه 5 آ 4 به اضافه 10 آ 3 به 2 به اضافه 10 آ 2 به 3 به اضافه 5 آ به 4 به اضافه به 5. گفتیم که این مثلث رو بهش میگیم مثلث خیام نیوتن پاسکال. اما توانها رو که گفتیم دیدیم که خیلی ساده است نوشتنشون. ضرایب رو یا از این مثلث استفاده میکنیم یا یک روش دیگه هم داریم. روش دیگه اینه که ضریب جمله اول همیشه یکه. برای تعیین ضریب جمله انوم توان آ در جمله قبل رو در ضریب جمله قبل ضرب میکنیم و حاصل رو بر n منهای 1 تقسیم میکنیم. یعنی اینجا جمله دوم ماست، توان آ در جمله قبل 5، در ضریبش که 1 ضرب میکنیم، تقسیم بر n منهای 1 که میشه 1 میکنیم میشه 5. برای این جمله سوم توان آ در جمله قبلی 4، در ضریبش در 5 ضرب کنیم میشه 20. n ما 3 هست، جمله سوم رو داریم حساب میکنیم، بر n منهای 1 از 2 تقسیم بکنیم 20 تقسیم بر 2 میشه 10. توی جمله چهارم توان آ رو در ضریب جمله چهارم ضرب میکنیم میشه 30، تقسیم میکنیم بر n منهای 1 که هست 3 باز میشه 10. تو جمله پنجم توان آ که هست 2 رو در 10 ضرب میکنیم میشه 20، بر n منهای 1 که هست 4 تقسیم کنیم میشه 5. توی جمله ششم هم توان آ در جمله قبل که هست 1 رو در ضریبش ضرب میکنیم 5، تقسیم بر n منهای 1 که میشه 5 میکنیم میشه 1. به این ترتیب میتونیم این ضرایب رو خیلی ساده به دست بیاریم. چیزهایی که در رابطه با این دو جمله نیوتن و بستش باید جالبه که بدونیم اینه که اولا تعداد جملات همیشه n به اضافه 1، یعنی وقتی داریم به 5 توان 5 رو حساب میکنیم ما تعداد جملاتمون 6 تاست، وقتی توان 2 رو حساب میکنیم 3 تاست، توان 3 4 تاست. بعد چند جمله متقارنه، یعنی از این طرف وقتی نگاه میکنیم تقارن رو میبینیم 1 4 6 4 1. توان ها هم همینطور 4 3 1 2 2 1 3 3، اینجا به همین ترتیب. و مجموع ضرایب چند جمله هم اگر این ضرایب رو با هم جمع بکنیم همیشه برابر است با 2 به توان n. الان این ضرایب این رو جمع کنیم 1 به اضافه 2 میشه 3 به اضافه 1 میشه 4، 2 به توان n، 2 به توان 2 میشه 4. اینجا هم 1 به 3 میشه 4، 4 و 3 7، 7 و 1 8، 2 به توان 3 میشه 8، 1 با 4 5، 5 و 6 11، 11 و 4 15، 15 و 1 16، 2 به توان 4 میشه 16. ضرایب این رو هم با هم جمع بکنیم میشه 2 به توان 5 یا 32. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. سپاسگزار میشم اگر ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. با سپاس فراوان، بدرود.